جناب آقای هومر آبرامیان رو روی اسکایپ داریم. ایشون لطف کردن و محبت کردن از استرالیا با ما خواهند بود. دلیل و بهانه‌ش هم انتشار کتاب یا نشریه هنداته که به صورت کتاب منتشر شده از کارهای فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ که مفصلا با جناب آبرامیان در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. جناب آبرامیان، درود بی پایان به شما. درود بر شما و درود بیکران به همه بینندگان خوب برنامه شما. سپاسگزارم از اینکه در برنامه شرکت کردین. یک کمی ولیوم صداتون پایینه، اگر بشه درستش کرد ممنون میشم. خب جناب آبرامیان، شماره یک هندات منتشر شده. البته بهروز عزیزم حتما نشون خواهد داد در روی وب. و اول اینکه نخست اینکه بفرمایید که هنداد اصلا معنای هنداد چیه؟ واژه هنداد یک واژه اوستایی است و آرش آن پاره‌ای از یک کل. البته این رو بیشتر اشاره می شود به بخشی از سرودهای خود اشعار زرتشت ورجاوند و معنی دیگری که داره نظم و هنجار هست که به گونه هنداد هم گفته می شود. برای نمونه ما به جای منظومه خورشیدی می توانیم بگوییم هنداد خورشیدی. هنداد همون نظم و سامان و هنجار هست و ولی از اونجایی که واژه اوستاییش هنداد هست از این رو ما هنداد رو برمی‌گیریم. واژه هنداد همون نظم و ترتیب و به گونه دیگری می شود گفت که پاره‌ای از همه پیکر فرهنگ ایران. خب به هنداد دوباره میرسیم، ولی این فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ رو میخواستم یک توضیحی در موردش بدین، برنامه‌هاشو و چه هدفهایی رو دنبال میکنه این فرهنگستان. اندیشه فرهنگستان شما خودتون از آغاز بودید، از نزدیک به 7 سال پیش، از زمانی که به فرمان خامنه‌ای همه دانش‌های مردمی یا علوم انسانی از دانشگاه‌های ایران برچیده شدند، این اندیشه به میان کشیده شد که ما می‌توانیم این جای خالی رو پر کنیم، یعنی با همکاری و هم‌حضوری شماره بزرگی از دانشبانان و فرهیختگان ایرانی که در زمینه‌های گوناگون همون دانش‌های مردمی ویژه کار هستند، اینها رو گرد هم بیاوریم، اون جای خالی که در این زمینه باز میشه ما اون رو پر کنیم. از چه راهی میتوانیم کار را انجام بدیم؟ از راه یک کانون دانشگاهی، کانون دانش افشانی که از راه تلویزیون، از راه اینترنت، از راه رادیو و از راه همه رسانه‌های گوناگون بتوانه این بار دانش رو به جویندگان دانش و دانشپژوهان جوان به ایران به ویژه برسن. این اندیشه خب سالها روش کار شد، از فراز و فرود رخدادهای بسیار بد گذشت و با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدیم، ولی سرانجام به اینجا رسید که ما توانستیم شماری نزدیک به 20 تن 25 تن از بهترین استادان رو همکنون در کنار خودمون در این انجمن جهانی کوروش بزرگ داریم. نخست این فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ بنا بود که به گونه دانشگاه باشد، یعنی دانشگاه جهانی کوروش بزرگ، ولی از اونجایی که توانایی بسنده به دست نیامد به ویژه در زمینه مالی، این بود که ما برای آغاز کار به فرهنگستان بسنده کردیم که به گونه فرهنگستان کار را آغاز کنیم، ولی امید این هست که در سالهای آینده برسیم به گامی که بتوانیم باز این رو به همون گونه دانشگاه ترش بیاریم، دانشگاه اینترنتی، ولی نه تنها روی اینترنت، بلکه دانشگاهی اینترنتی کم نیستن، دانشگاهی که حتی آراسته بشود به یک رادیوی موج کوتاه که صدای اون در سراسر جهان شنیده بشه و همین گونه یک تلویزیون بسیار توانا که صدا و سیمای اون در سراسر جهان دیده و شنیده بشود و همه دیگر رسانه ها از فیسبوک گرفته تا تارنما و تویتر و همه دیگر امکاناتی که امروزه دانش در اختیار ما گذاشته است، از همه این راه ها بهره برداری بشود برای اینکه این کانون بتواند یک کانون دانش افشانی بشه و دانش رو در سراسر جهان ببارد. چرا که ما بر این باور هستیم، شما خودتونم با ما بودید در آغاز، از آغاز
که یگان راه رهایی ما مردم ایران از این همه گرفتاری ها تنها و تنها آراسته شدن به دانش هست. دانش های گوناگون، از دانش سیاسی تا دانش دینی تا تاریخ و دیتاشناسی و فلسفه و دیگر دانش هایی که امروز بایسته است که جوانان ایرانی به این گونه دانش ها آراسته بشوند، در کنار دانش های دیگری مانند دانش پزشکی یا مهندسی، کیهانشناسی یا وکالت، در کنار این گونه دانش ها که بسیار خوب هست برای چرخش زندگی، ولی دانش های دیگری هست که بدون آن گونه دانش ها کشور ما روز به روز دچار این روزگار بدتنجاری که امروز هستیم بدتر خواهد شد. خب سپاسگزارم. ولی واقعا فرهنگستان که صحبتشو میکنید کی را میفته جناب آبرامیان؟ جدا این لازمه و ضروریه و هر لحظه که دیر بشه یک اشتباهه. جناب خلیلی بسیار گرامی، فرهنگستان تا اونجایی که در توانش کس را افتاده است همتون، یعنی سیستم رایانه ما آغاز به کار کرد به زبان فارسی و انگلیسی و به زودی زبان‌های دیگری مانند زبان آذری، زبان کردی، زبان آشوری، زبان ارمنی و دیگر زبان‌های ایرانی، گویش‌های ایرانی هر یک بخش جداگانه‌ای خواهند داشت در این پیکر. در واقع تارنمای این فرهنگستان که به زبان پارسی آغاز میشه اندام‌های گوناگونی خواهند داشت. نخستین اندامش همون زبان انگلیسی است که همکنون آغاز به کار کرد و زبان آذری شاید تا دو هفته دیگر وصل می‌شود به این بخش پیکر اصلی و زبان‌های دیگری یکی پس از دیگری به این پیکر بزرگ پیوند پیدا خواهند کرد. بنابراین ما کار رو آغاز کردیم، همکنون همین هندادی که الان در دست شماست یکی از این کارها بود. یعنی ما فکر کردیم که بسنده نکنیم به اینترنت، بسنده نکنیم به رادیو یا تلویزیون، اون چه که باید، یعنی از راه کارهای چاپی، از راه اینترنت، از راه توییتر، از راه فیسبوک، از همه راه‌های گوناگون بتوانیم با همکاری شمار بزرگی از استادان این کار رو پیش ببریم. و هم اکنون شمار زیادی از استادان پیوستند. اگر در همون هنداد که شما خودتون در دستتون از مهر ببرزید و نام استادانی که هر یک نوشتار جداگانه‌ای نوشتن اونها رو بخوانید، دانسته خواهد شد که گمان میکنم بیش از 18 نوشتار هست از استادان گوناگون که همه این استادان همکاران فرهنگستان هستند. فرهنگستان همکنون بیش از 25 تن از بهترین فرهیختگان ایران رو با خودش همراه کرده است و امید این میرود که روز به روز بر شمار این استادان و دانشمندان و فرهیختگان افزوده بشود. امید این هست که ما تا پایان امسال دست کم 100 تن از بهترین استادان و هنرمندان، سخن‌پردازان، نویسندگان در کنار خود داشته باشیم که هر کدامشون در زمینه که دانش خودشون بتوانند جوانان رو از بار دانش خودشون برخوردار کنند. جایی خواهد بود فرهنگستان که جوانان بتوانند از سرریز دانش فرهیختگان ایرانی بهره مند بشن به رایگان، یعنی بدون اینکه نیاز باشد که حتما باید پولی بپردازند. البته کسانی که بخوان یاری برسانند، چون همه میدانن همیهنان خوب ما که بدون چرخش مالی همه این گونه کارها خواهند ایستاد. از این رو هست که چون هیچ وابستگی به هیچ دولتی نیست و هیچ نیروی دیگری جز این که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، خود ما هستیم که باید این گونه جنبش ها رو یاری برسانیم. شما هم اکنون درباره کودکان که گفتگو کردید، من بیدرنگ بندش افتادم که با شما و یاران دیگرتون پیوند برپا کنم، چون به زودی بخشی رو ما در همین فرهنگستان ویژه کودکان و نوجوانان خواهیم کرد و چه بهتر که این گونه همکاری ها باشد که ما بتوانیم با گسترش بیشتری این کار رو پیش ببریم. نمونه دیگری که به شما بگم در گسترش این گونه دانش ها، ما درخواست کردیم از همه گاهنامه های دیگر مانند راهاورد، ایرانشناسی، ایراننامه، توشه، تاریخ و مسائل جهان که گونه‌ای با هم همکاری داشته باشیم. فرض بفهمید که گرامی‌نامه‌ای مانند ایرانشناسی تنها در 300 نسخه چاپ می‌شود، ولی اگر ما با هم هم‌آذون بشویم، همون رو ما می‌توانیم از راه رسانه‌های خودمون فرادست دیگران بگذاریم و گروه‌های دیگری هم که رسانه‌های بسیار توانمندی دارن، اونها هم به ما پیوستن. هم اکنون جنبش رنسانس ایرانی
به ما پیوست که دارای رسانه‌های بسیار توانمندی هستند. همه داده‌های فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ رو اونها هم پخش می‌کنند. بنابراین ما در یک گستره بسیار فراخدامنی می‌توانیم دانش و استادان رو در کران تا کران جهان فرا ببریم. خیلی سپاسگزارم از توضیحات کامل و مفصلی که در مورد فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ دادیم. برگردیم به هنداد. همجوری که گفتیم 18 گفتار مختلف در این هنداد که حدوداً بالای 300 صفحه به زبان فارسی و البته یه مقدار کوچکی و مختصری هم به زبان انگلیسی در شماره اول هنداد هست. یکیش از سخنانی که مطرح شده باز هم ویژگی های استوانه کوروش بزرگ که به قلم خودتونه. من یک بار دیگه میخوام بگم که چقدر این اهمیت داره که ما همینجوری این قضیه استوانه کوروش رو از نظرگاه های مختلف ببینیم. جناب آبرامیان عزیز، این گفتمان بسیار گسترده است جناب خلیلی بسیار گرامی. شروع بختانه یکی از کاستی هایی که ما در ما بوده است، در ما ایرانیان و هنوز هم بسیار بسیار تواناست، این کاستی، این کجی، اون خودزنی هست. ما ایرانیان در میان همه مردم جهان در خودزنی از همه مردم جهان سرتری، بالاتری. هیچ ملتی رو در زیر آسمان نمیتوان پیدا کرد که به اندازه ما ایرانی ها در کار خودزنی و خودخوارشماری به اندازه ما توانایی داشته باشه. ما در این زمینه رکورد شکستیم. از این رو هست که گروهی که بسیار شمارشون کمتر هست نسبت به گروه دیگر، فریختگانی که بر این باورن که نه چنین نیست، ما ایرانیان از بنیادگذاران تاریخ اندیشه بودیم، ما از بنیادگذاران همه اون فروزه ها و ارزش هایی هستیم که امروز جهان بهش میبالد، از دموکراسی بگیرید تا سکولاریسم تا آزادی و دیگر سخنانی که به ویژه بعد از انقلاب مشروطه در زبان فارسی ما جاری شدن. ولی اگر اندکی ژرف نگاه کنیم خواهیم دید که همه اینها رو نخستین بار ایرانی ها بودن که به جهان ارمغان کردن در تاریخ اندیشه، چه از آزادی بگیرید، از دموکراسی بگیرید، از شیوه کشورداری بگیرید و مسائل دیگری که امروز جهان امروز باشون دست به گریبان هستن. یکی از اینها خب مسئله کوروش بزرگ هست. کوروش بزرگ در آیین شهریاری، در چگونه کشور رو اداره کردن، آیین‌های کشورداری و پیوند دولت با مردم، پیوند شهریار با مردم. خود واژه شهریار نشان دهنده سخنی است که من گفتم و پشتیبانی می‌کند سخن من رو. شهر که همون کشور هست و کشور بدون مردم کشور نمی‌شود، باید سرزمینی مردمی در اون هم بودگاه با هم زندگی بکنند که بشود کشور، وگرنه آب و رود و تالاب و کوه و دریا به خودی خود کشور نمی شود. کشور باید مردمی در اونجا زندگی کنند. حالا که اون مردم زندگی کردن، شهریار کسی است که این شهر رو، این مردم رو یاری می رساند برای رسیدن به گامه شادکامی، به خوشبختی، به روزگاری. این پیوند رو برای نخستین بار در تاریخ جهان کوروش بنیاد گذاشت. ولی کوروش از خودش نیاورد این رو، کوروش از جایی این رو آموخته بود و اونجا همون پستان پربار فرهنگ ایران بود که کوروش از اون پستان خورد و بزرگ شد و بالید. بنابراین ما نمیتوانیم همه این ارج رو به کوروش بدهیم، بگیم که کوروش تکدانه مردی بود در تاریخ جهان که چنین کرد. به باور من این زمینه فراهم بود برای کوروش، یعنی زمینه فرهنگی برای کوروش آماده بود که کوروش در این گهواره، در این بستر بالید و بزرگ شد و توانست بهترین شیوه کشورداری رو در روزگار خودش بنیاد بگذاره و الهام گرفته از اون شیوه کشورداری بود که ما میدانیم که حتی قانون اساسی آمریکا بر پایه چنین اندیشه ای. حالا من نمیگویم که گام به گام یا واژه به واژه از گفتار و کردار کوروش برداشته شد، ولی الهام گرفته شد از منش کوروشی و بر پایه منش کوروشی قانون اساسی آمریکا نوشته شد. اگر چنین هست، کشور نوبنیادی مانند آمریکا، اون هم کشور بسیار توانمندی مانند آمریکا، بر پایه اندیشه های جهان آرای چنین مرد بزرگی قوانین خودش رو بنیاد میگذارد، چرا ما ایرانیان نباید همون نگاه کنیم و دوباره از او بهره بگیریم و
کوروش رو به نام یک درفش فرهنگی برافرازیم که البته دو درفش دیگر هم خواهیم داشت، درفش آیین زرتشت و درفش فردوسی. اگر ما با این سه درفش فرهنگی، درفش کوروش، درفش زرتشت و درفش فردوسی، می توانیم به میدان جهان گام بگذاریم و در میان همه ملت‌های بزرگ جهان سربلندی کنیم. خب بسیار سپاسگزارم. اجازه بدین جناب آبرامیان عزیز بریم و برگردیم، دو تا آگهی ببینیم و دوباره در خدمتتون باشیم ادامه صحبت. با سپاس. برای نخستین بار در تاریخ نگاری ایران، نقش سازمان امنیت شوروی در انقلاب اسلام. من خدمت معظم رهبری سفیر روسیه رفته بود، در اون کاگبه بود. اسناد غیر قابل انکار از همکاری خامنه ای با کاگبه. Of the back then Soviet Union and established ties among the alumni there are many notable high level politicians, for instance the supreme leader of Iran Ali Khamenei. اثری ماندگار از امیر عباس فخرآور. اسناد محرمانه از سازمان اطلاعاتی شوروی آمریکا ایران. سالشست که خودت رو درش نقش داشتی آقای خامنه ای و تیم رو هدایت کردی که بهشتی رجایی با هنر همه رو منحضر. افشای بزرگترین پرونده جنایی در تاریخ معاصر ایران، توطئه کاگبه در به قدرت رساندن خامنه ای، در کتابی منحصر به فرد رفیق آیت الله. رفیق آیت الله را از انتشارات شرکت کتاب در لس آنجلس سفارش دهید. 310-477-7477. شرکت کتاب ارائه می دهد. کاملا خصوصی. کتاب جنجال برانگیز سال. Totally private. گذر از 6 دهه در تاریخ سیاسی، اجتماعی و هنری ایران. کاملا خصوصی. سرگذشت پرماجرا و حیرت انگیز محمود قربانی، پدرخوانده اینترتینمنت و شوهر سابق گوگوش. کاملا خصوصی. مستند رمان‌گونه نوشته فرزان دلجو. نسخه بدون سانسور با عکس‌های کاملا خصوصی. کتابی چند بار خواندنی. کاملا خصوصی. مراکز تهیه: شرکت کتاب در آمریکا، کتاب فروشی پگاه در کانادا و کتاب فروشی فروغ در اروپا. سفارش اینترنتی از سراسر جهان kitab.com. با درود مجدد خدمت بینندگان عزیز، در حال گفتگو با دوست عزیز فرهیخته گرامی هومر آبرامیان هستیم در باره نشریه هندات از انتشارات فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ گفتگو می‌کنیم. خب جناب آبرامیان عزیز، من دوست دارم که یه مقدار در مورد نویسندگانی که مطالب مختلفی رو در این هنداد نوشتند گفتگو کنیم با هم دیگه، هرچند خودشون حضور ندارن ولی خب دیگه چاره ای نیست. یکی از مقاله ها در مورد راز بقای حکومت اسلامی از فاضل غیبیه که دست بر قضا شما همین یکی دو روز پیش دیدم که یک ایمیلی فرستادید و فاضل غیبی یک مطلبی رو در مورد همین خودزنی ما ایرانیان و که چجگونه خودمون رو زیر شلتاق این چیزهای بد قرار میدیم که ما ایرانیان چقدر بدیم، و در حالی که فاضل غیبی خیلی به درستی اشاره میکنه، میگه اگر یک کودکی کار بدی انجام میده، اگر قرار باشه که همش بزنیم تو سرش و بگیم کار بد انجام بده، این کار بد رو تکرار میکنه، در حالی که اگر به نکات مثبت همه چیز رو نگاه بکنیم باعث میشه که تشویق بشه و کارهایی بهتر انجام بده. بله، من میخوام به همه گروه شاد باش بگم، به گروه بنیادگذاران این فرهنگستان که کسانی مانند استاد فاضل غیبی به ما پیوستن. من نخستین بار که با سیمای فاضل غیبی آشنا شدم برام بسیار شگفت‌انگیز بود، برای که نوشته هایی که از ایشون پیشاپیش میخواندم در دید خودم داشتم چهره مردی رو دست کم بالای 75-80 ساله، برای که این همه دانش و این همه آزمون
نیازمند سالهای خیلی بیشتری است که انسان زندگی بکنه و زمان بیشتری داشته باشه برای بررسی و پژوهش در زمینه فلسفه بویژه. ولی هنگامی که نخستین بار سیمای ایشون رو دیدم شگفت زده شدم که مردی به این سن کم، جوان و بسیار بسیار شیوا سخن، من موندم که این جوان در این سن کم تا چگونه توانست است این همه بار سنگین دانش رو برداره. ولی برای من مایه بسیار شادمانی سر و سربلندی است که کسانی مانند فاضل غیبی با این فرهنگستان همکاری میکنن. ایشون در زمینه فلسفه میخوام بگم که یکی از تک دانه هاست. من کمتر کسی میشناسم در میان دوستان خودم، حالا من نمیگویم در میان ایرانیان چون من همه رو نمیشناسم، ولی در پیرامونیان خودم که میشناسم کمتر کسی رو میشناسم که به اندازه فاضل غیبی، این استاد بسیار بسیار گرانمایه دارای پژوهش های فراخ و برداشت های بسیار بسیار درست از دانش فلسفی از دیرزمان تا به امروز، یعنی از اندیشمندان بسیار کهن تا به اندیشمندان امروز جهان فلسفه نوین آشنایی داشته باشه و بتوانه از این بار دانش خودش درست بهره برداری کنه به سود جوانان میهنش. و خب همکاران دیگری هستن مانند مردم آناهیت، ایشون هم هیچ دست کمی از جناب فاضل غیبی ندارن در زمینه دانش فلسفی و شناخت ایران و به ویژه آشنایی بسیار بسیار ژرف نسبت به فرهنگ ایران شهری. این بسیار مهمه جناب خلیلی گرامی. ما بسیاری از ما ایرانی ها در این 1400 سال گذشته اندک اندک از اون بنمایه های فرهنگ ایران شهری دور افتادیم، در بسیاری از زمینه ها توانستیم پیشگام بشیم در بسیاری از زمینه های دانش، ولی نه دانش خودشناسی. ما در زمینه خودشناسی بسیار کم آوردیم، هنوز کم هستیم، یعنی کمتر ما به تاریخ خودمون درست پرداختیم، کمتر به فرهنگ خودمون درست پرداختیم، حتی میخوام بگویم که کمتر به زبان خودمون پرداختیم. ما فراموش کردیم که زبان پیاله فرهنگ است. این زبان پارسی، این زبان بسیار بسیار شیرین که به جای زبان پارسی باید اون رو زبان ایرانی مینامیدیم. من نمیدانم چرا این زبان رو پارسی گفتن، چون پارسی نیست، این زبان ایرانی است. منی که آشوری هستم و زبان من به زبان آشوری گشاده شده است و من به زبان آشوری سخن گفتم، و دیگرانی که آذربایجانی هستند، کرد زبان هستند، عرب زبان هستند، شما خودتون از خانواده عبری زبان بودید، ولی همه ما به یک زبان سخن میگوییم و اون زبان فارسی است. این زبان، زبان ایرانی است، زبانی است که همه اندامهای گوناگون مردم ایران رو به هم در یک جا پیوند میده. اون رشته پیوند میان ما مردم ایران همین زبان ماست و این زبان نباید آمیخته بشود تا این اندازه که امروز بدهنجار شده است. تا امروز میبینیم که آمیخته شده است و بسیاری نسبت به او بی انگاری میکنه. باید از جایی آغاز کرد و این زبان را باید آراسته کرد و در پیاله این زبان ما بتوانیم به خودمون بپردازیم و خودمون را اونگونه که هست بشناسیم. خوشبختانه کسانی مانند مردو آناهیت که امروز با ما همکاری میکنند شناخت بسیار ژرفی دارند. مهندس مازیار قویدل هست که سالها البته خودشون اون سازمان یا تارنمای شاهنامه و ایران رو داشتند و هنوزم دارن، بسیار به زیبایی اداره میکنن. ایشون اگرچه مهندس شهرسازی هستن ولی دکترای افتخاری هم از سوی جامعه زرتشتیان بهشون داده شد برای پژوهش‌های بسیار کلانی که داشتن در زمینه شاهنامه شناسی و در زمینه زرتشت شناسی. خب چنین کسانی هنگامی که میپیوندن به یک قانون فرهنگی مانند فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، یا دکتر اردشیر بابکنیا، مردی بسیار بسیار فریخته که کار بسیار کلانی کرد روی پژوهش‌های بسیار بسیار ارزشمندی روی هولوکاست و نشون دادن که این هولوکاست تنها هولوکاستی نیست که گروهی از یهودیان به دست گروه دیگری از مردم جهان کشته شده باشه، بلکه این هولوکاست هولوکاستی است که باید از کل جهان برچیده بشه. چه کشتار ارمنی‌ها، چه کشتار یهودی‌ها، چه کشتارهای دیگری که، یا حتی زندانیان، کشتار بزرگ زندانیان سیاسی، اینها همشون در این واژه هولوکاست می‌گنجد از دید دکتر اردشیر بابکنیا. خب برای من مایه شادمانی و سربلندی بسیار بسیار فراوان هست که چنین مرد بزرگی هم پیوستن به این فرهنگستان. اگر نگاه کنید دکتر علی میرفتروس که
کم و بیش همه ایرانی ها میشناسن. من گمان نمی کنم یک ایرانی باشد که دستی به کتاب داشته باشد نام این استاد ارجمند رو نشنیده باشد، دکتر علی میرفتروس، که یکی از تکدانه هایی هستند که ویژه کار در زمینه تاریخ به ویژه تاریخ معاصر، یا آقای هوشنگ معین‌زاده نویسنده‌ای که با نوشتن یک کتاب نخستینشون خیام و آن دروغ دلاویز یک شبه راهی رو پیمودن که نویسندگان دیگر شاید ده ها سال طول کشید به اون گام برسن که معین‌زاده با یک کتابش به اون گام رسید. امروز همه اینها در زیر یک آسمانه، در زیر یک سقف، در کنار یک دیگر هم‌حضور شدن برای پیشبرد این اندیشه که یک کانون بسیار توانمند دانش افشانی با هم پدید بیاورد. در مورد زبان ایرانی گفتید که این زبان که پلیس بین همه ما و این سبب میشه که ما رو به یکدیگر مرتبط بکنه، یک مقاله بسیار مفصلی از دکتر عبدالحسین شیبانی در همین کتاب هنداد یا نشریه هنداد هست که در رابطه با حافظ گفتگو کرده و چگونه حافظ داره برخورد میکنه و تحریف شده حافظ در طول تمام این سالها. بفرمایید اگر اطلاعاتی بیشتر میخواید بدید. این من مطمئن نیستم، یکی از گرفتاری هایی که من پیدا کردم همین بود. من نمیدانم این نوشتار بسیار 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 ارزشمند به چاپ رسیده است، ولی تا اونجا که من گمان میکنم از قلم افتاده، میبایست که چاپ بشه. نخیر، وجود داره در خود کتابه آقای آبرامیان. بله اینجاست. به من گفته شد چون من هنوز ندیدم. صفحه 123 تا حدود 100 بیشتر از 140 همینجوری میره جلو، چون اطلاعات بیشتری رو میده. خود استاد شیبانی به من گفتن که این نوشته از قلم افتاده، و هنگامی که من با بانو فرخنده تماس گرفتم ایشون هم گفتن که بله، ولی شادمان شدم که این نوشته شده است. بسیار بسیار جای شادمانی است. اگر من البته چاپ نمیشد خب در شماره دوم میگذاشتیم. کاری که استاد عبدالحمید شیبانی کرد، من خواست معرفی کنم استاد عبدالحمید شیبانی، میدونید که دکتر عبدالحمید شیبانی در رژیم پیشین رئیس زوباهن اصفهان بودن. این افسون بر اون دانش مدیریت و سرپرستی که خب کار آسانی نبود، سرپرستی کار بسیار بسیار کنانی که برای نخستین بار در ایران زوباهنی آغاز به کار کرد و این مرد بزرگ سرپرستی اون پروژه بزرگ رو به دست داشتن. ولی در کنار این همه باز هم یکی از شگفتی های روزگار هست که مردی اینچنین گرفتار کارهای فناوری از کجا این همه زمان پیدا کرد که این همه پژوهش در زمینه زبان دری، شناخت درست و ژرف از زبان دری و سپس شناخت حافظ، و برای نخستین بار شما سخنانی که در اونجا خواهید خواند برای نخستین بار گفته شده است. من هرگز نشنیدم و هرگز ندیدم کسی این گونه به ژرفای پیام حافظ در آمده باشه. بسیار حافظ شناسان آمدن، بسیار حافظ نوشتن، حافظهای گوناگون، امروز صدها کار انجام شد رو حافظ و هنوزم حافظ بس نیست، ولی به باور من هیچ کسی به این ژرفا وارد اون پیام حافظ نشد که استاد عبدالحمید شیبانی شد. و باز هم میگم که این از شگفتی های روزگار هست که با این همه گرفتاری کجا این زمان پیدا کردن که این همه مطالعه بکنن. ولی به هر روی بهشون شادباش میگم و شادباش بیشتر به خوانندگانی که این رو خواهند خواند. اجازه بدین اینو به خدمت بینندگان عزیز بگم که شرکت کتاب کتابهایی رو که خودش منتشر میکنه اینها رو به صورت ای بوک و از طریق تکنیک گوگل پلی به صورت الکترونیک قابل دسترسی میکنه. یعنی اگر شما کتاب هندات رو نخواهید بگیرید، میتونید الان برید تو گوگل پلی و بزنید هندات، یا در kitab.com برید و هندات رو پیدا بکنید. هندات رو وقتی نگاه میکنید میتونید جزوه فیزیکی یعنی این کاغذیشو بخرید، یا اینکه نه روی قسمت الکترونیکش کلیک کنید، شما رو میبرن تو سیستم گوگل پلی و اونجا به شما اجازه میدن که اینو خریداری بفرمایید که روی تبلتی که دارید، مثل این فرض کنید این تبلت، اینو بخونید. قبل از اینکه مطالعه بفرمایید، یه قانون داره گوگل پلی و اونم این است که یک سوم کتاب رو برای شما بدون اینکه هزینه پرداخت بکنید
اونجا در دسترستون قرار میدن که بخونید، اگر خوشتون اومد، اگر همه چیز مورد نظر و پسندتون بود، اون هزینه رو بابت کتاب الکترونیک بپردازید. من تصور میکنم استاد عبدالحمید شیبانی رفتن گوگل پلی و قبل از اینکه خریداری بکنن یک سوم کتاب رو دیدن و دیدن که مقاله خودشون در اونجا نیست، در حالی که اگر به طور کامل خریداری بکنن و ای بوک رو کامل ببینن، تمام 300 خورده صفحه کتاب رو اونجا مشاهده میکنن. بنابراین کتاب به طور کامل به صورت الکترونیک آماده شده در سطح بسیار عالی، حتی از تمام کتاب‌های فارسی که در آمازون به صورت ای بوک هست تکنیکش بالاتره، چون شرکت کتاب عیناً مثل زبان انگلیسی کاری کرده که شما وقتی کتابی رو به صورت الکترونیک میگیرید روی هر واژه‌ای که دست بذارید میتونید اون واژه رو در سراسر کتاب به راحتی پیدا کنید، یعنی نمایه کتاب عملی و به صورت بسیار راحت و آسان در دسترستونه. هندات رو همینجوری که عرض کردم روی کتاب.com، روی آمازون هم حتی خود هندات رو میتونید بخرید، ولی در کتاب.com هم به صورت فیزیکی میتونید بگیرید اینو و هم به صورت الکترونیک. آقای آبرامیان کتاب‌ها رو براشون فرستادیم، دوستانی که در استرالیا هستن و با آقای آبرامیان در ارتباط هستند و میتونن با ایشون تماس بگیرن، میتونن از آقای آبرامیان کتاب رو دریافت بکنن. من به لحظات آخر برنامه میرسم. آقای آبرامیان عزیز، دلم میخواد که پیام آخر رو در این زمینه بدید و امیدی بدید به دوستانی که میخوان بدونن که هندات شماره 2 کی منتشر خواهد شد. شتاب زیادی نخواهیم داشت، هر کوشش میکنیم که در سال بیش از همون 4 شماره نباشیم، بلکه زمان داشته باشیم که کار درستی رو انجام بدیم. من از همه همکاران درخواست کردم که نوشته های خودشون رو دارن میفرستن، آماده میشه. گمان میکنم تا یک ماه دیگر ما بتوانیم آماده بشیم برای چاپ دوم، شماره دوم. ولی خبر شادی بخش این است که ما بانو شعله شمس شهباز همکاری خودشون رو به ما نشون دادن و از نامی که من نوشتم بهشون و درخواست همکاری تنباتن کردم بسیار بسیار پیشباز کردن، گفتن که من سالها بود که آرزوی چنین چیزی می داشتم و شما این آرزوی من رو به کردار در آوردید که کانون‌های فرهنگی همه با هم همکاری کنن. از همین راه هست که من از شما درخواست میکنم با گروه کانون کودکان یا کسان دیگری که آموزگاران باشون در پیوند باشید، شما خودتون از بنیادگذاران این فرهنگستان هستید، درخواست کنید که با بخشی که ما در تارنمای خودمون به نام کودکان و نوجوانان خواهیم داشت، به ویژه در آموزش زبان پارسی با ما همکاری کنند. یک بار دیگر از شما سپاسگزاری میکنم که به من زمان دادید که امروز با شما باشم. حتما این کار خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم جناب آبرامیان و امیدوارم که به زودی شما رو مجددا در لس آنجلس ببینیم. سپاس بیکرم. روزگارتون خوش. روزگار خوش.